مغولستان کشوری که اسمشو زیاد شنیدیم. این کشور یادآور چنگیزخانه که ایران رو با خاک یکسان کرد. حالا کشورش جز کم جمعیت ترین کشورهای جهانه و بعد از مرگش این کشور گمنام بود. در ادامه ویدیو بیشتر در مورد این کشور و فرهنگ صحبت خواهم کرد. پس تا انتهای ویدیو همراه من باشید. مغولستان کشوری مسرور در خشکی در شرق آسیا است که از شمال با روسیه و جنوب با چین هم مرزه. مغولستان با مساحت 1,546,116 کیلومتر مربع، 12 کشور پهناور جهان و جزء کشورهای کم تراکم و کم جمعیت قاره آسیا است که جمعیت اون 3,145,000 نفره که 95% اونها مغول و حدود 4% از اقلیت قزاق هستند. بیش از 45% مردم این کشور هم در شهر اولانباتور پایتخت اون زندگی می کنن. زبان رسمی این کشور مغولی است که به دو خط سیریلیک و اویغوری نوشته میشه. دین 53% از مردم مغول بودیسم تبتیه و حدود 40% هم بدین هستن. پول رایج این کشور توگروک نام داره و نظام سیاسی اون جمهوری پارلمانیه. کشور مغولستان زادگاه و خاستگاه قوم مغوله. مغول‌ها بیش از هر کشوری با چین ارتباط داشتند و گاه به کشور چین حمله می‌کردند. و امپراتوران چین برای جلوگیری از حملاتشون دست به ساخت دیوار چین زدند. بزرگترین رهبر تاریخی مغول‌ها چنگیزخان بود که تونست قبیله‌های مغول رو یکپارچه بسازه و رقیبان رو نابود کنه. حمله مغول‌ها به ایران از فجیع‌ترین وقایع تاریخه که شمار زیادی از مردم این مناطق در پی این هجوم‌ها از بین رفتند. بعد از چنگیز و فرزندانش سرزمین مغولستان گمنام ماند و بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1924 حزب خلق مغول به حزب انقلابی خلق مغولستان تغییر اسم داد و مغولستان در سال 1945 در یک همه‌پرسی عمومی به استقلال دست یافت و از لحاظ سیاسی به دو قسمت تقسیم شد. یک منطقه خودمختار در جمهوری خلق چین موسوم به مغولستان داخلی و دیگری جمهوری خلق مغولستان موسوم به مغولستان خارجی که در سال 1946 به وسیله دولت چین به رسمیت شناخته شد. جالب بدونین چنگیزخان قبل از مرگش موفق به فتح بیش از 31,000,000 متر مربع جهان شده بود و به همین دلیل هیچ شخصیتی به اندازه چنگیزخان در مغولستان در خور احترام نیست و مردم مغولستان بر این باورند که روز چنگیزخان برمیگرد و بر جهان حکمرانی میکنه و مجسمه او رو با ارتفاع 40 متری در اولانباتور با هزینه 4,000,000 دلاری که از جنس فولاده ساختن. در این کشور بیش از 250 روز در سال هوا آفتابیه و به همین دلیله که به اون لقب سرزمین ابدی آسمان آبی رو دادن. مردم مغول به کشور خودشون مغولستان آبی میگن. اما باید بدونین که آبی بودن آسمان همیشه مساوی با گرما نیست. اگرچه در بیشتر مواقع هوا بسیار گرمه، اما در روزهای سرد سال میتونه تا منفی 30 درجه هوا سرد بشه. و پایتخت این کشور اولانباتور سردترین پایتخت جهانه. اگه تا اینجای ویدیو دوست داشتی برای انرژی دادن به من یه لایک بزن مرسی. حدود 1/4 جمعیت مغولستان چادرنشینن. یکی از چیزهایی که مغولستان به آن معروف شده شیوه زندگی کوچ‌نشینی مردم این کشوره. به طوری که این کشور یکی از معدود فرهنگ‌های کوچ‌نشینی باقی مانده در دنیاست. و تخمین زده شده که بین 30-40% مردم اون کوچ‌نشینن. در واقع این کوچ‌نشینان با شترها و اسبهایی که در اختیار دارن مدام به دنبال جایی هستن که شرایط زندگی خوبی داشته باشن. همچنین گوزن‌ها نقش مهمی برای حمل و نقل و جابجایی خانه‌هاشون داره. به طوری که عقیده دارن که بدون گوزن‌ها نمیتونن زندگی کنن. یکی از فراوان‌ترین گونه‌های جانوری در مغولستان اسبه که در نژادهای مختلف دیده میشه. جمعیت اسب‌ها در مغولستان 3 برابر بیشتر از جمعیت ساکنین این کشوره. و همچنین میزبان بیشترین جمعیت پلنگ برفی یکی از بزرگ جسته ترین گربه‌سانان جهانه که بیش از 1/3 این گونه روبه انقراض در این کشور سکونت دارن. و جالب بدونیم مغولستان سرزمینیه که نخستین دایناسور در اون دیده شده. در سال 1920 فسیل دایناسور به همراه نخستین تخم دایناسور در صحرای گوبه مغولستان یافت شده. مردم مغولستان به موسیقی اهمیت زیادی میدن و
یکی از منحصر به فردترین موسیقی های محلی این کشور، نوع ترانه سراییه که خواننده تنها با وسیله بینی و گلوش صدا در میاره و آواز میخونه. گرچه ما از مغول ها تصویر خوشایندی در ذهن نداریم، اما مغول ها یکی از مهمان نوازترین مردم جهان هستند و یکی از معروفترین خوراکی هایی که مغول ها برای پذیرایی از مهمانان آماده میکنن، نوع چای شیر نمکیه. این کشور یکی از جوانترین کشورهای جهان محسوب میشه و بیش از نیمی از جمعیت کشور را افراد زیر 30 سال تشکیل میدن. مغولستان میزبان تعدادی از جشنواره‌ها و جشن‌هایی که میراث فرهنگی غنی این کشور را منعکس میکنن. از جمله جشنواره نادام که در این جشنواره سه هماورد یا مسابقه برگزار میشه. کشتی مغولی، اسب‌سواری و تیراندازی. البته نواختن موسیقی و رقص دخترها هم در این جشنواره در سالهای اخیر هم دیده شده و همچنین فستیوال عقاب هر ساله به مدت 2 روز برگزار میشه که این فستیوال با رژه مردانی که سوار بر اسب هستند و عقابی بر روی دوش یا مش دستشانه شروع میشه و در واقع در اون مهارت شکار این مردمان معرفی میشه و به عنوان بزرگداشتی برای اونهاست. حالا به هم بگو، تو دوست داری به این کشور سفر کنی یا نه؟ اقتصاد این کشور به دامداری و کشاورزی وابسته است و صادرات اون شامل گندم، جو، سیب زمینی، اسب و گاوه. ذخایر زیرزمینی اون نفت، سنگ آهن، طلا، مس و رویه که مس هم یکی از کالاهای اصلی صادرات این کشوره. هزینه زندگی و نرخ بیکاری هم در مغولستان بسیار پایینه و روند درآمدزایی در این کشور نرماله، یعنی افراد برای ورود به کار مسیر دشواری در پیش ندارن و خوشبختانه میتونن در زمینه‌های مشخصی فعالیت داشته باشن. به طور کلی مغولستان قطعاً کشور جذابی برای مهاجرت نیست، اما برای سفر یه مقصد بی‌نظیر و متفاوت با طبیعت بی‌نظیر و بکر و زندگی عشایری و مردم فرهنگش برای گردشگران خیلی جذابه. خب اینم از کشور مغولستان. پیشنهاد میکنم کشور لیختنشتاین رو هم ببینید. اگه عضو کانالم نشدین سابسکرایب کنین تا از بقیه ویدیوهای جذابم با خبر بشین. مرسی.